جان بر گل که لگد نمی کنم به پسر که دارم باید حرف می زنم بایی چی می خواهد بس نگه گفت تموش کنیم بابا جان علی این کارو اصلا خوشم نمی آد مگه من بخواهم با پولش ازدواج کنم نه این عکسه من آمان آمان بر می خواهد یه رازی گوش می گرد بابا برای چی رفتی گفتی بابا ازدادی چی رو گفتی بابا اصلا اشتباه کردی میگم علی یه سوژه جالب آره گفتی کی داره ازدواج میکنه ازدواج؟ آره کی؟ امیر نه پسر حبیب پسر حبیب داره ازدواج میکنه این سن نداره گفت آره به خودم نگاه کن این چند سنوش مگه یاد اصلا چی جوری میشه؟ آره همین 17 سال 18 سال اینا سنشه چیزا میدونی چقدر من به این حال دارم چقدر چی میرفتی خیلی به این حال دارم علی آره کای نهاری خدا شده بدون شوخی دیروز یکی از این بچه ها برگشت به من گفتش که 2 دقیقه نرا بسن نرم صحبت میکنم گوشیم تو شارژه لطفا بفهم بعد این چی زن زد گفتش که بچه تی که خانه نوهدار و ویکی با کنی فلا خدایی چرا ازدواج نمیده بیسته میگه مسخره والله خدا یعنی ما نباید نوه اونو ببینیم دامستم چه توزیگی از گوشیم شارژ نمی کنه اصلا شارژ نیسته امروز هم من مغازه منوچه بودم اصلا کلن میگه اصلا اینترنت ها بعضش خرابه بسن اینترنت چه توی شارژ داره شارژ دارم میگم شارژ من بودم علی خدایی کی میخواد چی کنی تو بسن کی چی کنی والله کی میخواد تجدید فراش کنی از این حالت سینگی تجدید فراش نه کی میخواد چی کنی پسر؟ ها؟ برم میشه علی مختاری برم گوشی من ردیف کنم ای جان بر گل که لگت نمی کنم به پسر که دارم باید حرف میزنم شفته لوچ؟ نه جدی میگم والا علی کی میخواد بس دیگه گفتی تموش کن دیگه باز داره میگه میگم تو کی میخواد همجوری سینگل بشی ازدواج نکنی؟ الان این سوال دارم الان چی دارم الان ریختی رو من الان دوستان نه به خاطر اینکه راست میگه والا همه دارم برم میگن که آقا تو کی خانش نده رو ببین بابا سیاست هم سنته بسر الان همه یعنی کی؟ همه رفیقای من یه ذره میشه داد من سرم درد کرده به خدا همین دیروز مادر دیدی چی من میگه میگه که خدا کن میگم دیروز همین امروز دفتر بینی بگیرم ببرم بازار میگه خدا کنه نوه ما دختر باشه میگم چرا؟ گفت اینقدر اینه خوشگل میکنه از این کلیپس ها میزنم سرش فلان میکنه اینقدر به قرآن نه آقا جالب اینه تو الان توی فازو اصلا نبودی چی جیری شد گیره برای کلیپ داری من حقیقت امروز مادر این حرف به من زد بعد یه 2-3 روزم یکی از این بچه ها عکس بچه دختر داییشو برای من فرستاد ویگم بابا جان علی این کارا اصلا خوشم نمیاد علی تو اصلا میرم ببخشید آقا من هم خودم دلم بخواد چیشی بری دنبال اینجا عکس یه رو برای شما داره نه تو واسه چی تو شاید که روز 10 سال دیگه نکنه علی شاید چه رفتی داره رفتی داره تو الان بیا همین عکس ببین یه لحظه سب کن بسر یه میوه بخر واسه خونه یه روز شمسه خالیه میوه بابا پایین کیوی هستش سیب هستش دیگه چی بابا اصلا بابا باشید اصلا بسته من اصلا یه لحظه بیا پسر اصلا حوصله ندارم میدونم آقا تو حوصله نداری یه لحظه گفتی من اوکی خیلی خوب یه لحظه بشین پسر یه لحظه تو بشین چشم یک لحظه اجازه بده پسرم تو چقدر هولی من خودم تا الان بهت میگفتم که پسر چی نکن ازدواج مسئولیتی من خودم اعصابم اصلا برای چی بود برای اکسش بفرستی نه یه لحظه اجازه بده پسر سکون بیا اینه خدایی قشنگ نیست؟ نه واقعا نه مسخره تو صورتشو نگاه نکن پس صورتشو نگاه نکنم کجا نکنم؟ بگم شما همه چه در به نه حالا این سوال دارم مردم علیکی داره استر میاد صورتشو نگاه نکنم باش کجا باید چیشو نگاه نکنم نه دختره صورتشو کار نه تو نگاه تو حالا عکس من الان تو این عکس من نشون دادی که صورتشو ببینم دیگه باش کجا رو ببینم حالا چرا این قشنگیه چه ایرادی داره چه ایرادی داره صاحب کنی که بغلش کیه اون مادرشه
خب عکس مثلا از این عکسی رو برای تو بچه برسه خانوادگی من برگشت به من گفت گفتش که این قصد ازدواج داره. تازه یه چیزم بهش بگم، 20 سال پیش بنده خدا 17 سال سنشه، 20 سال پیش پدرش فوت کرد. خود رحمت کنه علی. اصلا بحث این نیستش که ببین الان تو الان مثلا رفتی یه گزینه بعد نشون دادی گفتی آقا این دختره درسته ها. اول اینکه اصلا من خوشم نمیومد این کارو بری بکنی، بری چهار نفر بری آمار بگیری بچه من ازدواج کنم. ببخشید ما آدمی هستیم که بقیه برامو عکس بفرستن، من که خودم عرضه دارم خودم بخوام انتخاب بکنم یک نفر میرم ازدواج میکنم. خب تو اگه داشتی که پسر تا الان نکردی که 33 سال سنته پسر. چون اول 33 هم 32 خب 32 سال سنته 31 نه اصلا تو بگو 30 سال. ولی کلا میخوام بگم این حرکت قشنگ نیست. بعد ببخشید اومدی عکس دختر رو من نشون میدی. بنده خدا رفیق من از اون آدمایی که بچه دختر داییشه. متوجه میشی چی میگم پسر؟ حالا یه چیز دیگه ها این الان به من نشون دادی گفتی عکس دختره ببین. خب من ببخشید رو میذارم به دل من ننشست قشنگ میذار نظر من به دل من ننشست. بعد تو دیگه به من میگی صورت چیکار داری؟ نه یه لحظه صبر کن پسر، یه لحظه صبر کن علی. تک فرزنده یک مادری داره عزیز، خدا شاهده. بعدم یه لحظه گوش کن پسر، تک فرزند خونه شون شاید بهت بگم که دو تا اتاق خواب اینا خونه ما رو میخره آزاد میکنه، اینقدر بزرگه. تک فرزند ماشین سانتافه زیر پای مادره، 207 زیر پای دختره. بعد تو پسر یه کیس به این خونی تو میگی صورت نداره؟ منم 206 زیر پای من مثلا من چی تو صورت میخوا چه کار کنی؟ دیوانه میگه صورت نه، تو امکانات دیگه رو ببینا. امکانات چیش مثلا؟ امکانات دیگه همین آقا خونه مگه دو. من میخوام با پولش ازدواج کنم؟ چه ربطی داره پسر؟ ولی بگم بابا آقا مگه همین جوری بابا هر کی خونه داره ماشین داره مگه میشه از این حرف منطقی؟ چرا این چرا این حرفا؟ تو بابا غری از این من نمیگفتی علی دنبال این داستانا تو ازدواج نباش. نه تو نه گوهر به تود یا نه؟ حالا من چیزی تغییر فاز دادی؟ من امروز به قرآن مجید دلم واسه این حرفی که مادرت زد سوخ برگشت گفتش که من انقدر دوست دارم نوه من دختر باشه، اصلا من یه طوری شدم منقلب شدم اصلا. تو بهترین کیس به این خوبی، مادر به این تمیزی و قشنگی، تو کجا میخوای پیدا کنی پسر؟ من مگه میخوام با مادرش ازدواج کنم؟ به من جنابتی داره علی. علی ببین منه، ببین پسر به خدا شما همینجوری الان میگی من خوشم نیمد، وقتی که با هم دیگه ازدواج بکنید انقدر این ارتباط ها با هم دیگه خوب میشه. شما دست زنت میگیری میای خونه ما، ما میایم خونه شما، با هم دیگه میریم بیرون غذا میخوریم، اینا خوابیدن میان خونه ما، ما خوابیدن میریم خونه شما. من اصلا این چیزو خوشم نمیاد. برای چی؟ سلام حاجی. حاج آقا سلام، مخلصتم فدای تو بشم. خوبی؟ سلامتی؟ قربانت چاکرتم فدای تو بشم. هیچی و نه قربانت بشم سره درمی امروز بره مار بیارم و حتی حرف بازی مالکه آقا من دوست دارم نمیدارم نوه من دختر باشه فلان باشه، الان هر چی دارم بهش میگم عکس جان نه نه والا نه این جمعونای امروزی نه آجی جان والا بقرام امام خسته بر من تحنام داره باتم که آقا نمیخواد ازدواج. ازدواج چیه پسر؟ بشه کارت بگو که فلام چه ربطی داره بابا؟ این حالا چرا که نبود بگی به همه که آره تی فدا و هم قربان نه من ام به دیگه حالا ام به ام همه چی داره مردم ریزه فدا و هم بشه قربان داجی جان یا علی ملک قربانت خدا فز قربانت خدا علی؟ علی چیشی داری میگی؟ بسه مردم به مردش رفتی داره رفیق من رو مرده تمام زندگی بوشه. ما یکی بوشه اصلا دلیل اینه داره زندگی شخصی ما رو میدونم بچه به خودم میگم همه رو داره مثل این فیلمه قدیمی هست همه رو میخواد دنگاز بده که آقا بیم من تعلام علی من تعلام بهت نگفتم نمیخوای ازدواج کنی، الان بهت میگم آقا این کیس بهترین کیس واسه تو بالا جان من میگه من دختره خوشم نیومد تو با هم دیگه زندگی کنید ارتباطات شما خوب باشه و با هم دیگه علاقه من میشین. خب الان یه سوال دارم، حالا چرا حتما همین کیس من آقا چون به من بگو میخوای ازدواج کنی بگو علی جان من از این توقع رو داشتم به عنوان یک پدر. خب بگو علی جان آقا به نظر ما وقت ازدواج رسیده، ما به عنوان پدر مادر اگر کسی رو مد نظر زیر سر داری بگو بریم جلو بریم تحقیق کنیم، اگر خانواده ما هم میخوردن آدمای خوبی بودن همه چی اوکی بود ازدواج. تو الان اومدی گوشی رو به من می نشون میدی عکس رفتی با یک نفر میگم پسر دویش پسر دوی همکار بده مثلا چی بود من میبینم اومده بعد نشون میدی آقا ببین این حرکت قبول دارم حرکت قبول دارم این حرکت درست ببین تو بیا رو منطق با من صحبت کن بگو آقا کسی چه سره اونجا نه این عکس مرد آقا خب من برمیخورم
ما بالاخره به قول خودت مگه نمیگی 31 سال سن بده تو نباید با 31 سال سن قبول ندارم قبول ندارم ببین پسر من معرفت قشنگ نیست میگم خانوادهش نگاه کن همیشه از قدیم یه مثال دارم میگن مادر ببین دختر بگیر اینجاست پسر من حالا من ببخشید برای چی بدم مادرش رو تایید کنم بابا خب چرا چی اصلا من در مرحله تو نیست گوش بده بابا تحقیق وظیفه پدر و مادره وظیفه پدر رو برم تحقیق کنم آقا ببخشید بزرگتر من هستی ولی بعضی من دختر خوشم نمیاد حالا مادرش رو برم ببینم آقا مثلا باشه اوکی باشه چه ربطی به دختره داره اصلا چه ربطی داره اینو به یعنی چه مادر به این تمیزی و قشنگی تو بگی ببین این همه امکانات دارم آقا مگه من میگم با مادر چی است که مشکل مادر قشنگ میشه به من چه آقا ما فردا پس فردا همجوری ارتباط داریم با هم دیگه شما میای خونه ما میریم خونه شما چه ربطی داره علی جان خب میتونم این ارتباط برام مثلا من آرزو دارم صبح بیام واسه شما صبح یه لحظه گوش بده آقا این ارتباط من اگه زن یا یه دختر زیر سر داشته باشم بخوام باشه ازدواج کنم ارتباطم با اون خانواده میشه دیگه فرقش چیه ببخشید پسند نکنم اون خانواده رو من باید خانواده رو ببینم علی جان پدر من الان میای این عکس به من نشون دادی چطور من به تو میگم این دختره پسند نمی کنم میگی نه الان اجازه داری که یه دختری که من پسند کردم و تو اجازه نمیدی چون پسند نداری این چقدر منطقی بود من از تو چهار تا پیرم بیشتر پاره کردم چهار تا پیرم بیشتر پاره میبینم خونه هاشونو میبینم اول در درجه اول خانواده دیوان پدرش خدا رحمت کنه فوت کرد مادر به این قشنگی تمیزی داره خود دخترها به این قشنگی مادرش فوت کرده بود پدرش داشت میگفتی من رفتم پدرش دیدم نه رفتی اون موقع یه بار دیگه آدم صحبت میکرد رفتی نداره اصلا پسر که من میگم اینا کیس مناسبی برای تو هست چی شناختی ازش ما میتونیم با هم دیگه در ارتباط من الان خودت میدونی دوست ندارم ازدواج کنم برای چی پسر من دوست ندارم خوبی هست من در کار خودم میکنم فعلا شرایطی ندارم که بخوام یک نفر دیگه رو مسئولیت بشم مدیریت کنم من تا الان بهت گفتم ازدواج کنم نه 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 به تو گفتم یا نه چرا یک بابی جدی که فاز داده بودی چی گفتم گفتم ولی وقتی که الان این بند خدا رو من میشناسم میدونم مادرش کیه خانواده‌اش کیه دختر چیکاره فلانه تک فرزند دختره تو رو میخره آزاد میکنه خانواده ماره خود دیوانه خب بذار ما ارتباطاتمون با هم دیگه بیشتر بشه این شما میان پیش شما ما میان پیش شما کیف میکنیم خدا شاهده میریم رستوران غذا میخوریم میگم آره سوریه؟ بچه ساری هم اطراف همین ساری میشینن یه تو فکر میکنی بالا من خودم اول بگیم من خودم اول من اول باید طرف خوشم گیر تو ولی وقتی قشنگ رفتم توی خانواده رو دیدم مادرش دیدم دیدم اینقدر مهربون قشنگ بعد دیدم که نه خدایی این باید علاقه من حالا یه سوال مادر اگر قشنگ نبود چی؟ علی چرا دنبال حاشیه میری؟ وقتی پدر من تو داری این رو بگیزه همه داری میگی مادرش قشنگ تمیز نمیدونم فلان حالا من میگم مادرش قشنگ نبود چی؟ تو الان میگی خواه اگه پدر داشت چی؟ این سوژه ها رو بلش کن علی الان یه چنین کسی هست مادر و دخترم به این قشنگی و تمیزی همه چی هم دارن چرا ازدواج نمی کنی؟ مگه من میخوام با مادر دختر ازدواج کنم من میخوام با تو شاید نه چه ربطی داره آقا تو میگی با دختره که وقتی داری ازدواج میکنی 24 ساعت با مادر هستی ما با هم دیگه ارتباط قرار برقرار میکنیم مگه میشه تو دختره هست میشه مادرش خواه. تو بعد ببخشید بخواد مثلا خونه ما بیای مادر رو خونه تنها میذاری چرا تو مادر داره من با دختر ازدواج کنم چرا تو مادر فرزنده مثلا همش بعد مادر بابا باشه الان هیچ نشده تو داری اینجوری میکنی نه هیچ نشون که تو نمیتونی مادر رو تنها بذاری تو خونه بیای این برون بر بریم دلیلی که تو نگران تنهایی مادر هستی چی اصلا ببخشید من اصلا مادر نیستم که چیزی هست که به شما ربطی نداره من میگم که پسر تو الان داری میری تو خونه زندگی بکنی چون مادر شوهر نداره مادر میشه دختره ها تو اگر یه چیز بهت بگم الان اول کار رو باید صحبت بشه اصلا چه ربطی به این قضایی داره الان الان تو دنبال چی هستی اصلا من اصلا نه اوکی دیدم نه هیچی میگی میگی که مادره تنها ای فلان اصلا ربطی نداری این حرف الان به سعد این جمادر که نداره که این زن هر جایی نیست که بخواد خونه تک و تنها باشه تو خونه که گناه داره به سعد اینم با در نظر بگیری خب من اصلا دختره هنوز ندیدم برای چی باید نگرد مادرش بشم عکسش دیدی حالا من عکس دیدم خوشم نیومد علی تو صورتش رو نگاه نکن والا چیش رو نگاه کنم بگم بابا ای بابا این میگی صورتش نگاه نکن صورتش نگاه نکن علی تو ارتباط تو باش قشنگ بیای باش صحبت کنی با هم دیگه بیرون بریم با هم دیگه مهربانتر میشیم علاقه من میشیم با هم دیگه من نمیدونم دیگه چند جور بشه چجوری من بهت بگم نه نه اصلا عرفت برای من ببخشید زیاد ما این چهار بودم از ویدیوز خیلی آشغاله به آشغاله برای مامانم بگو یه زن چیه اصلا نمیدونم چرا اینجوری شد اصلا چی چی از این 80 و 80 تومن
هشتاد هزار تا مونه دندون من در اینجا دندون آقا دیروز از مرحله پد نشد تو رو خدا. الان بیا وضعیت منو بگی روشن بکن. بیا وضعیت منو بگی روشن بکن. ببینم وضعیت چی جوریه. وضعیت چی رو مشخص کنم؟ پسر بیا برو قشنگ با دختره میشینی دو جلسه صحبت میکنی کاری نداره. تو چرا سخت میگیری علی؟ تو چرا سخت میگیری پسر؟ میگه من واقعیتش من آمادگی ازدواج دارم. علی به خدا بیا با هم دیگه میایم میریم بیرون قهوه میخوریم میریم رستوران فردا پس فردا بچه دار میشین. اصلا کیف میکنین دیوانه. فردا بچه همیشه پیش مادر هستش. میگم میاری پیش ما میذاری با هم دیگه در ارتباط هستین. تو چرا میگی چیکار کنی؟ دکترای دندون پزشکی داره میخونه. بله میدونی مادری چجوری دختره رو من چه میدونم؟ تو میدونی مادری چجوری دختره رو بزرگ کرد؟ تو نمیدونی بهزار چند سال بهزار فوت کرد؟ تقریبا 18 سال تا 20 سال بهزار تو چی مادرش فوت کرد؟ خود رو آمد. آره دکترای دندون پزشکی داره میخونه پسر. این مادر اینه با خون دل بزرگ کرد با خون دل بچه میگی که آره من از قیافش خوشم نمیاد. تو قیافه نمیخوا چی کار کنی بیوانه ای من همون بکه پیشت بیوانه بعد من الان رفتم ازدواج کردم اومدم رفتم دیدم مادر خونه داره فلان و برمیدان آقا زدم بردم تمام شده رفت بلش کن بیچست. الان دارم بهت میگم علی این کیس خوبیه واسه تو. خونه ماشین حقوق مادره داره همینجوری داره حقوق بازنشستگی از پدرش میگیره. مادره داره میگیره. مادره حقوق شوهره رو میگیره. علی هر چی دارم ندارم مال دختره دیوانه. هر چی دارم ندارم مال دختره. تو بیا این دختره رو بگی ببر علی به خدا بذار ما یه ارتباطاتمون برقرار بشه. بذار هم ما خوشحال بشیم هم تو خوشحال بشی همون خدا. من فقط قصه این مادره ارتباط قصه مادره برای چی تو میخوری؟ به خاطری که گناه داره علی گناه داره. این دلش خوشه که آقا بچه شو هم سر بیازی تای بیازی به چی چی ربط داره؟ نه عزیز من پدر من شو پدر شوهر دخترش میشم ببینو برای ارتباط باشه به خاطری میشه میدونم ارتباطات زیاد میشه ولی دیگه تو زیادی به نظر من داری الان چی خوب باشه الان شرایطی گفت آره دیگه جیغ زدن نداره پدر تو من علی بله تو الان به عنوان پدر من دوست داری که من یه ازدواج بکنم یه با یه فردی که از نظر تو ولی به خدا قسم همه چیز به نظر من پول و سرمایه نیست واقعا درست ببخشید همه چیزم هر یه درست اشتباه میکنی هر یه درست ریخت دختره خوشم نه 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 ببین تو یه چیز به نظر من هر کی از نگاه خودش زیباست بالاخره بعد میگم علف باید به دهن بوزی شیرین بیاد که من از آره دیگه حالا شیرین نیومده به قرآن به دهن من علی شیرین آقا به خاطر خونش تو داری میگی مادره نمیخورم اصلا علف خوسه خونه نه هیچی اصلا بگو مادره اصلا بیا اینجا تو خونه ما زندگی کنم بخواد چیکار بکنی اصلا تو فکر میکنی من همش به خاطر پولش دارم میگم بس به خاطر چی داری میگی نه من میگم دختره رو کمک کنیم این مادره گناه داره علی از قدیم الان دارم بگم میگه مادر رو ببین دختر رو بگی آقا تو برای چی کلیدی روی این قضیه مادره به خاطر مهربونی رو اون چی جوری بهت بگم تو خودت تا اینا دیدی رسیدن از این من دیدم چرا نایده باشم چی جوری بود برخوردشون مثلا عالی من به خاطر همین میگم تو وقتی صحبت بکنی علی تو با دختره صحبت بکنی باش اصلا انگار که با هم دیگه 20 سال رفیقی کجا دیدی اینا رو من توی خیابون مغازه که رفیقان که همینی معرفی کرد یعنی چه برخوردی من آه رفتی خودت به عنوان مثلا پدر من من اصلا اینه میشتاسم پسر من این اصلا این دختره قصد ازدواج نداشت تو هم آدمی هستی علی از این موقعیتی که دختر قصد ازدواج نداره؟ نداشت قبلا ولی الان هم میگه نه ولی چون یعنی الان رفتی قضیه مانه گفتی میدونه؟ گفتم بابا برای چی رفتی گفتی رفتی گفتی دیگه گفتم که تو الان از این موقعیتی که داری تو این اینستا یه مدت تو رو میشناسن تو میتونی الان بزنی این لام بگیری دختره رو علی دختره میگه من الان ازدواج میکنم میخوام درس بخونم ولی تو بخوای بیای بری جلو تو جوانیت درست کردی برای خودمون که باز ازدواج بخوایم بکنیم آره دیگه قول ندی ای بابا بابای اول نذار از تو بعیده تو همین فردا که نمیخوای ازدواج بکنی که الان فردا میایم میریم جلو قشنگ ارتباط قشنگ با هم دیگه صحبت میکنی رفت و آمدمون زیاد میشه تو بخوای ازدواج کنی شش با یک سال طول میکشه علی شیش شاید مثلا اینقدر داری میگی رفت آمد شد اونه اجتماعی نباشه مثلا رفت آمد تو چی بید به رفت آمد هیچ چی خبره تو پسر حرفا حرفایی که ما هم سر سفره هم باید بزنیم تو پسر منی من بعد تو رو نمیخوام که من چهار تا پیرن از تو بیشتر پاره کردم علی
بیا این دختره رو بگیر. الان گفتی بهش راجع به ما به من بگو. آره من گفتم بارا چی رو گفتی بابا؟ اصلا اشتباه کردی علی. برای چی رفتی گفتی؟ نه نه من گفتم تو کل اشتباه بود. من وقتی این دیگه رو برای چی رفتی حرف زدی؟ بلکان دیوانه. من بعد تو نگفتم. نه اشتباه بود. آقا گفت اشتباه بود. اصلا یه نفر نزد کن. من فقط میگم ارتباط ما قد نشه علی. تو چی کاره من این پدر من هستی در این زمین ارتباط چی کاره ای که بیایی واسه خودت بری بدوزی من اینه میبینم مادرشه میبینم. ای بابا پسر ما داری نفیقا فکر منم باشه. من بعد تو رو نمیخوام علی. اگه بعد من نمیخوای برای چی قبل از اینکه بیای به من بگی رفتی صحبت کردی؟ به خاطری که مناسب دیدم. چی رو مناسب دیدی؟ این خمیر مناسب دیدم. خمیر یعنی چی؟ یعنی دختره تنور تا داغ هستش. آه. خمیر بچسبونی. الان حکایت اینه. زندگی شخصی من چرا تو به شما میگم؟ اون تو نمیفهمی زندگی شخصیت شخصی تو از برای از من باید تو کمک بگیری. چی کمک من دارم بهت میگم پسر. چون از ده تا فقط نو داری داری میگی مادرش چه کمکی میخوای تو میگی فقط در مادرش داری میگی. از تو چه کلیدی رو مادره؟ من دارم میگم که گناه داره مادر تو. خب چرا تو تو داره؟ آقا اصلا یه زندگی میکنی. چی؟ با هم دیگه زندگی میکنیم. ما گفتم زندگی میکنیم. خب منظور خب الان چه ربطی الان این سوال مادر گناه داره یا نداره؟ توی میدی اسمالی چیکاره این وسط؟ من میخوام سر زیادی سر بگیره علی جان. خب تو میگم این گناه داشتن من مادر به خاطر اینکه مادر گناه داره من باید بیام با دخترش ازدواج کنم تو راضی بشی؟ حالت خوبه؟ تو دختره رو ندیدی تو یه الان عکسش من نشوده دیا صورتش دیلش کن دیوانه تو رفتار و چهرش بابا همه چی یه چیز بگم یه چیز بگم یه چیز بگم اینه قبول داری یه سری حرکت ها یه سری حرف ها رو نمیتونی توی از توی عکس و تلفنی صحبت کردن دید دیگه اینه قبول داری که بله خدا پدرت عمرش زیاد کنه که من باشم ایشالله اینم همینه تو باید یکم ارتباط با هم دیگه داشته باشین یه چارت رو برین شما صحبت بکنید من همیشه کار اشتباه بود کارت اشتباه بود سنگ رفتی گفتی نبود این حرکت این مادره رو دیدی دختره را میره پشت سرش به من بگو از گل باریکتر تا الان به همین خدا قسم به دخترش نگو من تو زندگیشون رفت از این نازوک داره جایی بگه این دو دختر دروست کنی مادر ما رو پاس میزنی فکر میکنی تو مادر با من آقا تو مادره چی کار داری؟ تو میگی مادره تو زندگی شما دخالت میکنه؟ مادره رو بسپار به من چجوری بسپار من اگه بذارم این تو زندگی شما دخالت کنه دیگه چی مثلا بسپارم به تو مگه تو چیکار مادره؟ تو مگه نمیگی نازوک نارنجی مادرش چی میگه؟ میگم مادرش بسپار به من میگم مگه تو چیکار مادره یعنی من بگو در حال ببخشید شوهر دخترش میشم و من ایشکاله هم میگم میگی مادره بسپار به من یعنی مثلا من خودم اینه رام میکنم که تو زندگی دخترش دخالت نکنه تو زندگی شما دخالت نکنه دیگه چی؟ رام میکنی؟ تو آقا تو چی کار داری من اینه رام میکنم یا نمیکنم من میگم تو زندگی شما دخالت نکنه آقا یه جوری انگار داری حرف میزنی تو انگار قشنگ این مادره اخلاقش و خصوصیاتش رو میشناسی و میدونی که میشه معالج کرد تو این مادره از کجا میشناسی من میشناسم که دارم بهت میگم پسر اینو بگی ببرو من اگه خانواده اخلاق صمیمیشه داری میگی به خاطر صمیمیه دیگه علی منو ببین من با هر کس زود صمیمی میشم ربطی نداره علی جان که ربطی نداره که من تا دیروز داشتم بهت میگفتم پسر نمیخواد ازدواج کنی ولش کن فلان ولی همین که این عکسا رو دیدم اصلا من توی چی نبودم خدا شاهده اصلا زمین و آسمون اصلا فرق کردم بعد از یه طرف دیگم که مادرت امروز اومد برمیگرد همین من دوست دارم نوهم مثلا دختر مامانم برقای تز میده ها همین نه تز اونم آرزو داره پسر چه ربطی داره مگه من بعد آرزوی شما زندگی کنم این برقیه تو نمیدونی چی به چیه پسر من که تو نمیدونی چی به چیه که تو مادره رو ندیدی تو اگه مادره رو ببینی به جایی که بیای دختره رو بگیری میبینی مادره رو میگیری نمیدونی چی به چیه پسر بلش کن بلش کن آقا من اصلا به این قضیه تو با مادر مشکوکم تو اینو مادر صد میشناسی من آره من مادره میشناسم آره دیدی؟ بله دیدی بله میشناسم مطمئنا بله تو وقتی میگی مادره رو بسپار به من یعنی قشنگ شخصیتش میدونی میدونم مادره رو میگم من رامش میکنم که تو زندگی شما دخالت نکنه پسر من قضیه مشکوکه مشکوکه جدی میگی والا حالا برای ببین بیا اینجا بشین قشنگ بیا اینجا بیس یک اینجوری بکن اینجوری بکن وای دهنت وای وای این سو باز کی باز این جواب داده من این بیش خودم میگم آقا
چرا با مادره اینقدر تو کلیدی؟ اینجا دیگه اصلا دیگه داشتم دیوانه میشدم. اینجا شک کردم. اینجا دیگه من شک زیاد به مادره گفتم. همشون مادره کلیدی. خب میشه.